سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. توی ستاپ هاش حسام گل هستیم، چون این فوتبال همیشه نفهم بازی در میاره، بدترین موقع آپدیت رو میده. ما مجبور شدیم که توی تهران یه جا هاش حسام زحمت کشیدن، ما اینجا این فوتبال رو بیاریم بالا. تمامی توضیحاتی که مهمترین توضیحاتی که توی این بازی اتفاق افتاده و اتفاق نیفتاده رو میخوام بهتون بگم. شما آقای مهدی صدا بنده میام، بفرما آقای مهدی پس، شما ورودیش میدونی چیه؟ میخوای برو تو اتاق بنده فیلم بگیری؟ چیه؟ لیوان شیر رو بیار، اگه شیر خودته من میخورم. شیر رو وردی جدی واسه من؟ شیر نمیخورم. چیه این؟ شیره دیگه، شیر خودم رقیق برد. من توشم ناحیهی که این شیر اومده رو ببینم. نه تیزری که درست کردن، تو تیزر یه سری از چیزها رو من دیدم، یعنی تیزر رو دیدم کامل و چیزایی تو بازی اومدنم کامل دیدم. میخوام بهتون بگم دقیقا چی اومده چی نیومده. اوه مود برفی اومده. اوه اوه چه کاری مود برفی؟ آخه تو بازی مگه نبود؟ تو بازی بودش. مود برفی واسه مود برفی و بارونی واسه موبایلیا اضافه شده. بازی تا 30 دقیقه هم تایم بندی چون میتونید تغییر بدید. یه چیز جذاب اومده توی بازی که شما میتونید به هر کارت دو تا بوستر بدین. تا الان یه دونه بوستر بود، از اون چند زلیه بود کنار زنی زیر بازیکن‌ها میزد، لول بازیکن‌ها رو هر کدوم اوورالشون رو دو تا میبرد بالا. یه دونه بوستر دیگه همزمان با اینکه میتونید اون بوستر اولیه رو داشته باشین، دومیه هم اضافه شده کامل بهتون میگم. بابا ببر دیگه لایسنس تو، 4 تا تیم بوده، چرا تموم نمیشه این؟ قبل از اینکه آپدیت بیاد ای فوتبال توی پیج اینستاگرام یه دونه ویدیو گذاشت از اسکیل جدیدی که توی ای فوتبال اومده، توی ای فوتبال 2025، که پشت لیونل مسی مشخص بود که بازیکنای تعویضی روی نیمکت ذخیره کنار زمین حضور دارن و این چیز جدید بود. باید بریم ببینیم که توی بازی اضافه شده یا نشده. برو دیگه آقا، پول تیمای ترکیه و عربستان رو که لایسنس داری همه رو می‌خوای نشون بدی. این چیه؟ نیمار مقابل مسی قرار می‌گیره. چی شد؟ پیتر اشماک، ویرا، رونالدینیو یه صد هم راستی به بازی اضافه شده، با بوستش میشه 104. کارت لیونل مسی هم جدید اومده، اونم 104 میشه، یکی از بهترین کارتهای بازی. اینجای کار جذابه تو تیزر. اینجای تیزر رو خیلی بالا آوردن، اینا با هم دیگه لبخند میزنن، بعد مسی میده با کارت 100ش توپ از رونالدینیو میگه. خدایی اینجا خیلی باحال بود و ادامه تیزر رو خیلی خوب در آوردن، یا حالا تریلر بازی. و اینجوری مسی دریبل میکنه، میرسه به کارتا، کارتا رو دونه دونه دریبل میکنه. بعد از این که کارتا رو دریبل میکنه، همه به رنگ لباس خودش در میان، یعنی میشه هم تیمی خودش که نشون دهنده دریم تیم ای فوتبال. بعد همه پشت سرش راه میافتن. این بهترین قسمت تریلر ای فوتبال 2025 بود به نظرم. از کارت لیونل مسی 800 تا نسخه تو این بازی وجود داره. این کارت جدید نیمار، این کارت جدید لیونل مسی، کارت لیون باقا جا برو تو بازی دیگه. 10 دقیقه تریلر دادی، اون بوسترایی که بهتون گفتم جدید اومده ایناست. از هر اگه یه دونه ای داشته باشین فرق میکنه، 100 تایی داشته باشین فرق میکنه. خب کارت جدید لیونل مسی رو با هم دیگه ببینیم. پک جدیدی که واسه لیونل مسی اومده اینه، مسی 2003-04 اگه اشتباه نکنم. این لیونل مسی با این چهره زیبا، الان من میخوام این پک رو بخرم. اولین پک رو میخوام بخرم، 1800 تا باز بکنم ببینم مثلا پک اوپنینگ توی این بازی چه جوری شده. مسی مستقیم میاد، پک باز میشه، شبیه یکی از رفیقای منم از لیونل مسی. همین یعنی واقعا بذار نیمارم بخرم. نیمارم تو پکش 22 تا 4000 تایی ایکس پیه، بقیه بازیکن ها هیچ کدوم به درد نمیخوره، مارکینیوش شاید به دردتون بخوره. الان توی این تایم بازی مارکینیوش به درد نمیخوره، اینم نیمار فکر کنم 2014 باشه اگه اشتباه نکنم 2014. دیگه چی اضافه شده واسه مربی که هیچی اضافه نشده، یعنی خاک تو سر بازی. واسه بوستر جدید داره چی میگه؟ یه دونه مسی فری همون باشه، کاری ندارم. یه پکه پوتو اومده، رونالدو صد میشه. اینجا هم که این سه تا بازیکن اومده، آقای دیویز خیلی خوبه. الان ما بخوایم مسی رو ببریم بالا، لول آپش بکنیم چه جوری میشه؟ اصلا میخوام از همین الان لول آپش بکنم تا صد ببرمش. بانک بابا خفه شو، بذار من دارم کارمو میکنم. چی میگی تو اوتو؟ میخوام اوتو بدم اصلا بره بالا. 99 شد آقا، اون اوتوش جدید اومده، اون اوتو رو بزنین تا ته اوورال میره، نیاز نیستش برین از یه جا دیگه پیدا بکنین، دونه دونه ببرین بالا تا تهش میبره، بوستش میشه 100، تو ترکیب بیاد میشه 104. با این تفاوت که این کارت اکسلریشن و کرل بیشتری نسبت به اونی که کارت مسی داره. خب بذار من اینم ببرم بالا،
این شد 98 تو ترکیب نمیدونم چند میشه. اون بوستی که بهتون میگفتم شما اینجا مربع رو که بزنین بوستر کرافتینگ رو بزنین، بعد اینجا اگر دو تا نو داره، اگر میخواین یعنی اد رو شما بزنین دو تا نو داره، اگه یه دونه صد تایی داشته باشین، بوسترای صد تایی داشته باشین، میتونی خودتون مهارتی که به بازیکنتون اضافه میشه و اوورالش میبره بالا رو انتخاب بکنین. اما اگر نه یه دونه ای داشته باشین رندوم میزنه، یه دفعه میبینین مود دروازه‌بان میفته روی مسی و واسه این که از اون صد تایی بگیریم باید یه بازیکن پنج ستاره تون رو بفروشین. مثلا یکی مثل آقای شما اگه گاویو ریلیز بکنین آکون نوشته 4 تا بهت بوستر 100 تایی میده، یعنی من الان اینو ریلیزش بکنم گرفتم. الان من میخوام به مسی خود سلکت بکنم بگم چی اضافه شده دقیقاً بهش، اینجا میاره واسهتون سمت چپ، اینا جدیده، این قابلیت جدیده. میتونین بگین آقا میخوام به مسی چی اضافه بشه، کرلش اضافه بشه، اسپیدش اضافه بشه. به نظر من اسپیدش یه مقدار پایینه، میتونی به اسپیدش اضافه بکنی. الان مثلا من میخوام به اسپید اضافه کنم، آخه کدوم آدم احمق میاد به اسپید اضافه میکنه؟ اکسلریشن و اسپید رو با هم دیگه میبرم بالا دیگه. من باشم اینو انتخاب میکنم، استرایکر. اینو شما میزنی چی انیبر تو پلن چی پرفورم اکشن. بازیکنای قدیمی تون که قبل نسخه ای فوتبال 2025 گرفتین، الان مثلا مثل فندای که مسی من، به اونا نمیشه اضافه کرد، به این کارتایی که دقیقاً زیر کارت دو تا بوستر هست میشه اضافه کرد. من نمیدونم الان چرا اضافه نمیشه. 100 تا از اونا باید داشته باشم من مثلا 100 تا جور کنم. شما 100 تا رو میزنی، استرایکر رو من میزنم 100 تا رو میدم، این اسکیل به یعنی بوستر به لیونل مسی اضافه میشه که خیلی هم تو اوورالش مثلا اینکه تاثیر نداشت و اینکه الان اوورایتو بزنیم بوستر رو برمی‌داره، میتونی یه چیز دیگه اضافه کنی. 105 میشه. خب 100 تا بازیکن فروختم به جای اینکه اینو بیارم تو، این چه جوری داره 105 میشه؟ الان این تفاوتش دقیقاً با اون مسی چی بود؟ اکسلریشن این 100 بابا اون اصلا همین شما داخل باش. بذار سریع بهتون میگم چه اتفاقاتی دیگه تو بازی افتاده. اسم تریال مچ به این نام تغییر پیدا کرده که گفتن همه تیمای ملی و همه تیمای باشگاهی حتی لایسنس نیستن اومدن تو این بخش. ببینم الان قسمت اروپا مثلا، آها همه لیگا هست، انگلیش لیگ رو بزنی همه تیما هست. الان اسپانیا رو بزنم چی؟ رئال مادرید، بارسا، رئال هم اومده، خدا رو شکر. این کار رو بعد ای فوتبال 2022 انجام میدادی. آسیا هم که لیگ ایران نداره دیگه طبیعتا، لیگ کره داره، لیگ ژاپن داره، آسیا خیلی چیزی بهش اضافه نشده. اسم ای فوتبال هم از این به بعد دیگه بهش نمیگن ای فوتبال 2025، حتی اگر سرچ هم که میکنید دیگه ای فوتبال شده به دقیقا مثل فورتنایت، سال نسخه کنارش نمیشه نمیشه، فقط میگن ای فوتبال. یعنی سال بعد ای فوتبال بخواد بره یه نسخه دیگه ازش بیاد، فقط در قالب مثل همین الان در قالب یه آپدیتی که دیگه اصلا اسمی هم از سالی نیست. قسمت مای لیگ چیزی که اضافه شده رکورد هال و رکوردی که یعنی زده میشه رو، آقای گل و پاس گل و اینا رو همه رو میذارن، این مثل الان اینجا گذاشته دقیقاً اسم بازیکنایی که تو فصل آقای گل میشن یا پاس گل میزنه اینجا قشنگ توی ردیف راست. و اینکه هیچ قابلیت دیگه ای عملا به قسمت مای لیگ اضافه نشده، هیچی عملا به جز این تیبل اومده. داداش ای فوتبال پس نی پس، اصلا قابلیت هایی که داشت یک دهمش هم ای فوتبال نداره. ای فوتبال ادامه کنامیه مثل اف سی که ادامه فیفاه. داداش تا الان ریده و متاسفانه بعد 4 سال ما مستر لیگ نداریم اینجا، بیکام لجند نداریم ما اینجا، فقط بازی آنلاینه. اسکیل آپ اضافه شده به قسمت اینجا که من نمیدونم الان بریم اینو انجام بدیم دقیقا بهمون چی میده. فکر کنم یک مقدار ایکس پی میده اگر که این مثلا میگه حرکت کن، خب من دارم حرکت میکنم الان، میگه برو تو، خب بیا بعد چیکار کنم، شوت کنم، بیا همین بعد الان بهم کمپلت، خب چی میدی الان بابا؟ چی داری میگی دقیقا؟ میشه بگی چی کار باید بکنم؟ اصلا هیچ کدوم از اینا که تو داری میگی والا اصلا هیچ احمقی انجام نمیده. ای چیه دیگه، من زبدر رو مثلث دارم اینجا واقعا. 3 تا 10000 تایی ایکس پی داد، به درد عمش میخوره. بعدی آرنولد میده، این خوبه. بعدی 50 تا سکه میده، کوین میده. بعدی بقیه‌اش هم که دیگه آشغال، اصلا داره گذاشته فقط روز پلیر رو بکشه برسه 50 تا کوین بگیری. الان میخوام برم یه قسمت آفلاین ببینم که گیم پلی بازی چه جوری شده و بازیکن‌ها فیس هاشون چه جوری، نورپردازی چه جوری، چمن چه جوری شده. الان اینجا من استادیوم رو میتونم تغییر بدم یا نه؟ استادیوم که کلا میشد داد. این هیچ دقیقه بازی رو گفتن که میشه تا 30 دقیقه برد. تایم بازی تا 30 دقیقه باز شده، خدا رو شکر، خدا رو شکر این باز شده. ترکیب کلین امپ نوک با اوورال 89، خدا رو شکر بازی آپدیت. یامال هم که تو ترکیب هست. تاکتیک به نظرم چیزی اضافه نشده باشه، تاکتیک که هیچی، دیفنسیو هیچی اضافه نشده، تیم پلی استایل
هیچی اضافه نشده، فقط مینی فیس ها آپدیت شده، یعنی مینی فیس ها این عکسای کوچیکو میبینید تو ترکیب اینا جدید شده. مثلا ببینم اینا الان اومدن تو رخکن فیس هاشون چجوریه. حاجی احساس میکنم یه مقدار کمی گرافیک بازی افزایش پیدا کرده، کم نه اینکه زیادا. رخکن ها چقدر جزئیاتو به رخکن اضافه کردن، دیدی مثلا لباس و اینا رو؟ الان اینا رو من سریای پیش ندیده بودم. من میخوام الان بازی رو شروع بکنم ببینم الان این ای فوتبال چه غلطی کرده دقیقاً. روی لژندری من میتونم اینا رو ببرم یا نه؟ ببین گیم پلی حقیقتاً میخوام بهتون بگم همون گویی بود که هست، یعنی هیچ تغییری تو گیم پلی نکرده. الان بگم او نمیدونم گیم پلی چقدر خوب شده، ویو بگیر. آهان یه قابلیتی که اضافه شده این قابلیت بدن گذاشتن. میبینی بدن که میذاری الان مثلا این آقای والورده بدن گذاشتنش از مقابل اون فیزیک بدنش بهتره، برای همین اونا نمیتونن راحت توپشو بگیرن مثل این فوتبال همینجوری هر کی بدن به بدن میکرد توپشو میگرفت. نه بی پدر چرا گل میخوری آخه؟ یامال به ما گل زد، شادی گل یامال رو میخوام ببینم. آها شادی گل یامال جدید اومده الان، این شادی گلی که داره میکنه. فیس کورتوا که هیچ تغییری نکرده، هیچ چیزی فکر کنم چون مصدوم بوده ازش عکسی هم نگرفت. واسه پلیرای موبایل داور اضافه شده توی بازی، اصلا باور میکنی؟ تا الان داور تو بازی نبود. یه قابلیت دیگه ای که اضافه شده توی فالا جاه معلومتون ده کامل میگم، اون داور کنار رو ببین، من اگر جلو برم یعنی بیام عقب اون کامل با من میاد عقب و من به جلو برم اون میاد جلو. اصلا نمیدونم این چه قابلیتی بود اضافه کردی. ببین فیس بازیکن ها، این توپ جدید ای فوتبال این کیچی اصلا گروه پدر. ببین فیس بازیکن ها به نظر من تغییر خاصی نکرده، جدی بخوام بگم بهتون. یه مثلا 10% 20% گرافیک شاید افزایش داشته. واقعا اعصابم داره خرد میشه، یک سال منتظر موندیم نسخه جدید بیاد، بلکه مستر لیگ بیاد، چیزای دیگه بیاد. هیچ گوی نگاه کن فیس والورده رو، نگاه دور خور این با پر رو نگاه کن دور خور، بچه‌ای که نوزاده، یعنی همین الان بچه از شکم مادر اومده بیرون. فیس امباپه رو نگاه، فقط موهای امباپه یکم بهتر شد. آجی چقدر سرعت امباپه بالا رفته تو بازی، چقدر سرعتش زیاده، یعنی یه مقدار اونا بهش نمیرسن گلی. آها تماشاچی ها یک مقدار تنوعشون بیشتر شده اینجا، افت اف بی اس اوکی شده. البته فکر کنم نسخه پیش اوکی شده بود، انقدر رفته بود رو مخم. هی دارم اینو میگم، ببین من مثلا الان که دارم بازی میکنم باید کیفیت تماشاچی ها اون کنار داداش بیشتر باشه، کیفیت تماشاچی ها اون تیریدی بودنشون باید قوی تر باشه. گرافیکش الان گرافیک بازی آتشه. من به عنوان یه پلیر که دارم روزانه این فوتبال بازی میکنم هیچی واسه من تغییر نکرد به جز اینکه تیم اضافه شده فقط. ببین مثلا باگی که قبلا بود بازیکن ها بادی استایل خودشونو داشتن، الان نگاه کن ساعد میلیتار رو نگاه، بعد برو جلوتر بازوهای وینیسیوس رو نگاه، بازوهای وینیسیوس از میلیتار گنده تره. نگاه کن چمن از جلو کوالیتی خیلی خوبی داره، ولی اون دور رو نگاه کن، وقتی نزدیک میشی تازه کوالیتیش نمایان میشه. این نباید اینجوری باشه، از دور نگاه میکنی چمی موکت اینجا. یکم احساس میکنم انیمیشن تور بهتر شده. الان این گلی که به ما زد مثلا چمن نداشت، چمن بده، چمن واقعا بده. الان لواندوفسکی رو دیدی زانو زد لیز خورد رو چمن، چمن اصلا تکسچر نداره انگار. بعد وقتی یه بازی آپدیت میده داداش باید منوشو تغییر بده. فیفا 23 شد، اف سی 24 داداش منوش عوض شد، اصلا تم رنگی عوض شد. اینجا فقط تم رنگی منوی استارت فقط تغییر کرده، هیچی به هیچی. لیست منیجرا، یه مثلا منیجر، یه چند تا منیجر جدید اضافه شده که اصلا اینا داداش من پلیر واسه هم اینا مهم نیست، اصلا 1% هم واسه هم مهم نیست. آرتتا مثلا بیاد یا مثلا فلانی بیاد به درک، اونا اصلا کیه؟ مستر لیگ رو اضافه کن، بیکام لجند رو اضافه کن. 4 سال من پلیر ای فوتبال دارم، ای فوتبال بازی میکنم، یه دونه قابلیت به این اضافه نشده. آفلاین من میتونم بازی کنم، فقط ترینگه داداش. منی که دارم این فوتبال بازی میکنم 10 سال دیگه هم نمیرم اف سی بازی کنم، چون سلیقم اینه. فقط داری کاری میکنی که پلیر رو از بازی زده میکنی، یه دفعه چش باز میکنی میبینی همه رفتن. ببند آقا.